سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون و ادامه ریاکشن با آلبوم روانی. توی این ویدیو میخوایم به ترک چمه از کنیز و مهیار ریاکشن بریم. مهیار که از اعضای سابق گروه اصلی بود که با شایعه دانیال کار میکرد، ولی به خاطر یه سری اختلافات از اون گروه جدا شد و به صورت عجیب غریبی همدیگر رو آنفالو کردن. اصلا یه اتفاقاتی افتاد که من به شخصه نمیدونم که چرا مهیار جدا شد و کلن این اتفاقات افتاد، ولی امروز تو این ویدیو میخوایم به یه فیت خیلی خفن از کنیز و مهیار، دوتا صدای استثنایی، ریاکشن بریم. برای اولین بار هم است که این دوتا دارن با هم کار میکنن. سریع بریم و بیایم و این ویدیو رو با هم شروع کنیم. اول از همه اگه کانال سابسکرایب نکنی حتما سابسکرایب بکنی و اگه کامنت انگلیسی هم بذارید که سابتون نپره. بچه ها خیلی نزدیکه که بشیم 15000 تایی، اصلا باورم نمیشه، نمیدونم چی بگم، ولی دم تک تکتون گرم. نکته دوم که هشتگ گازکد فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ گازکد بزنید تا خونه آدم بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون است، اگه فالو نکردید حتما فالو بکنید. بریم سر وقت این فیتی که من به شخصه انتظارشو نداشتم از این آلبوم بشنوم، مهیار و کنیز. خیلی باید جالب باشه. بریم ببینیم چجوری هست. چمه مثل تم فیلم میمونه، موسیقی تم فیلم. فیلمای کریستوفر نولنه. بگو من چمه، چی میخوام؟ یه دو قطبی که وله تو ترسا و فیری. کاش من چمه، این تئاتر سنگینی که تمش درام مال تو بیلیتاش. بیا تماشا کن خوشحالی الان، دارم حال میکنم شدید. بیلیتاش بیا تماشا کن خوشحالی الان، این حالات روحی و تو گذاشتی برام. مثل یه اسب زخمی که خورده زمین، منتظر مرگ، منتظر بشه خلاص. میبینه چشت کجا وسن، انگاری که دلش گرفته خدا ازم. بگو من چمه، انگاری خدا دلش از من گرفته. بگو بهم چمه، خیلی باحاله که دلش گرفته خدا ازم. بگو من چمه، دعا اصلا تأثیر نداره، بزا بکنه این قرصا لشم. بگو من چمه، بگو من چمه، بگو من چمه. از اون آهنگاست که وقتی مثلا خودت نمیدونی با خودت چند چندی، نمیدونی حالت چطوره، به قول این نمیدونی چته، باید گوش بدی. بگو من چمه، بگو من چمه، بگو من چمه. ببین خوردم من تا دستم. ببین کنیز آلبوم نداد، نداد، وقتی داد 100%شو گذاشت. ببین خوردم من تا دستم. پرد نشه چند هفتم، وقت ندادی به من تو یک لحظه. بس کن جا چند تا لیوان نشکسته. یاد ترک آخر تونل دو منم میندازه. یادم نیست اسم اون ترک چی بود، آرزو اگه اشتباه نکنم. یاد فلوی تارا توی اون ترک منم میندازه. هر دفعه میشه تکرار اشتباه، پس چرا داری اصرار؟ مگه کسی تو رو کرده اجبار؟ مثل این که تو مریضی، نه من انگار زخم روی قلبم تن.
بگو من چمه. خیلی خوبه اصلا، چی ندارم بگم. بگو من چمه، بگو من چمه، آلبوم الان پنجمین ترکه از این آلبوم که داریم گوش میدیم، از اوناست که میخوام مثلا توی اتاق تاریک خب گوش بدی و فقط اصلا به هیچی فکر نکنی، حتی به اون آهنگ هم فکر نکنی، فقط یه چیزی تو گوشت پلی بشه، اون فرکانس، اون نوعی که بیتا اون وکالا داره اصلا غذای روحت میشه. میرورم تو شخیره به دیوار، این دوده پخش تو اتاق و جیغ سیگار که میسوزه تا چش و گریه های یه جغد معمولن بیدار. یه جغد معمولن بیدار اینطوری فکر کنم، آر ریش اینطوری گفت، جغد معمولن بیدار. یه لحظه خوبم ساعت بعدم لعنت به اون موزیک، دست به این کثافت زدم رو دست چپم، یه زخم کهنست هیچی نبود رو برون خودم زدم. بگو من چمه، بگو من چمه، بگو من چمه، بگو من چمه. ترکی یه بیت خیلی ملایم، اون آخرش باحال تموم شد. اون پیانویی که داشتم من خیلی دوست داشتم و این صدای مهیار و کنیس هم خیلی قشنگ چفتم شده بود. کلن انتخاب فیتای این آلبوم همه تا الان عالی بوده. دم همتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردیم، هولمون بدین تا بشیم 15000 تایی، خیلی نزدیکیم، فکر کنم یه 7-8 تایی دیگه بیشتر نمیخوایم. و اینکه 4 تا ترک دیگه از این آلبوم فکر کنم مونده که اونا هم توی امروز فردا ریاکشناش انجام میدیم. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. مخلص. کی خوبه خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره اینکه تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه. نداریم. شکلش فرق میکنه.